فرمانده ارشد آمریکا و ناتو در افغانستان نسبت به آنچه که وی از آن به عنوان نفوذ بدخواهانه ایران، روسیه و پاکستان نام برده در مورد آینده ثبات افغانستان هشدار داده و میگوید این تحرکات تمامی تلاش‌های جامعه بین‌المللی در جهت تثبیت وضعیت کشور جنگ زده افغانستان را تهدید می‌کند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد. جنرال جان نیکلسون فرمانده ارشد آمریکا و ناتو در افغانستان در یک مصاحبه مطبوعاتی در تشریح وضعیت آن کشور و نقش کشورهای دیگر در ارتباط با تشکل‌های ستیزگر و تروریست در داخل افغانستان اعلام کرده نگرانی اصلی آنها در حال حاضر کشورهایی هستند که نه تنها این تشکل‌ها را تقویت می‌کنند بلکه در خاک خود زمینه‌ای فراهم می‌کنند که آنها با فراغ بال بتوانند فعالیت کنند. هر گونه اقدام خارجی در جهت تقویت ستیزه‌گری به ادامه جنگ دامن می‌زند. 87% مردم افغانستان معتقدند که طالبان برای حکومت کردن خوب نبود. اونها جایگاهی در میان مردم ندارند و باعث میشن منطقه هرگز به ثبات نرسد. جنرال نیکلسون در تشریح نقش ایران و روسیه در وضعیت نابسامان افغانستان میگوید این کشورها با حمایت طالبان نمیگذارند منطقه آرام بگیرد. مسکو به طالبان اسلحه میدهد تا جلوی داعش و پیشروی آنها را به طرف همسایگان و کشورهای آسیای میانه بگیرد. چشمانداز سال 2017 را که نگاه می‌کنم چند نگرانی بالقوه وجود دارد. اول خطر شکاف در نیروهای امنیتی افغانستان، دوم احتمال نفوذ کشورهای خارجی خبیث و دارای سوء نیت از جمله پاکستان، ایران و روسیه، و مسئله مهم دیگر خطر یکپارچگی و اتحاد نیروهای تروریستی و افراطی است که در حال حاضر منسجم نیستند. فرمانده ارشد ایالات متحده و ناتو در افغانستان در ادامه از شبکه حقانی به عنوان یک تشکل تروریستی که نگرانی اصلی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان است یاد کرد که هم اکنون در داخل خاک پاکستان آزادانه فعالیت دارند. در حالی که دولت پاکستان مدعی است نیروهای امنیتیش تمامی زیرساخت‌های طالبان و متحدانش از جمله شبکه حقانی را در داخل پاکستان ریشه‌کن کرده و هنوز می‌کوشند مرز افغانستان را امن نگه دارند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.